الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان صمیمی و آغاز میکنم گزارش دیدار تیم‌های فوتبال آلومینیوم عراق و استقلال تهران از هفته 23 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال رو. در همین دقایق ابتدایی استقلالیا حرکت خودش رو آغاز کردن و یک کرنر رو به دست آوردن. ارسال بلند به محوطه جریمه، ضربه سر خطرناک و توپی که به بیرون میرسه. از راه دور ضربه قشنگه امیر نوری نشون میده برای حرکت، ارسال بلند، این ضربه سر و تیر دروازه به لرزه در اومد. پاسه خوب بلانکو و کورنر به دست میاد. حرکت از قهاری، خود احسان قهاری از راه دور و بشه بیرون میره. در خصوص لطفی خوبه بدونید که دروازه نزدیک میشه که تو برگشت داده شد. مرادمند در بازی رفع اخراج شد. مرادمند ارسال بلند، ماشاریپوف و چه توپی رو برگشت داد. داور گل اعلام میکنه. استقلالی ها در 30 دقیقه دوم، یعنی دقایق 30 تا 60، 12 گل رو به ثمر رسوندن که تیم خطرناکی نشون دادن. حتی در 30 دقیقه پایانی هم این ضربه سر از بلانکو و توپی که اینجا ببینیم در تصویر سه این ضربه سر زده شد. تشکر از همکاران خوبم و علی‌رغم اینکه توپ رو به سبک عابدزاده در اختیار گرفت و بیرون کشید، اما داور گل اعلام کرد و اینجا بود که به نظر تو وسط عبور کرده بود. ارسال با پای چپ روی دروازه و حسینی با کف دست رو به سمت مخالف دفع کنه و تو به کورنر میره. ارسال به تیره یک و ضربه ایستاری که خطرناک به بیرون رفت. پاس رو به جلو با سرعت بالا حرکت میکنه اکبرپور، اگر به تو برسه. ارسال اکبرپور که در اختیار حسینی قرار میگیره. محمدی مهر ارسال بلند و ضربه ایستاری که به بیرون میره. فرشاد محمدی مهری که بچه خومه بود و 4 مدافع بازی میکنه در این دقایق. ارسالی که انجام میشه، حسینی این ضربه سر و حسینی توپ رو در اختیار میگیره. عارف آجیدی منطقه بازی به خوبی عوض شد. اگر کنترل گل چقدر خوب ارسال کرد با قهاری میتونه ارسال کنه. نقی‌زاده ارسال این ضربه سر خطرناک به بیرون میره. چقدر عصبانیه با بدشانسی محض رضا جبیر تو به بیرون رفت. چه ارسال قشنگی انجام داد. اینجا ضربه سری که زده شد و سوت پایان مسابقه با نتیجه 1-0 برای استقلال.